میتونستم بیام در خدمت شما باشم. برنامه‌تون رو همیشه دنبال میکردم، چند ساله که دورا دور همیشه دوستتون داشتم و دارم. میدونستم خیلی استفاده میکنم، ولی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم استفاده کردم و خب خیلی چیزا، خیلی مباحث مطرح شد، خیلی چیزا یاد گرفتم. ولی فکر میکنم یکی از مهمترین چیزایی که یاد گرفتم این بود که ما میتونیم فکر نکنیم که حالا قربانی هستیم یا این سرنوشت رو داریم و محکومیم به این سرنوشت. ما میتونیم دوباره برگردیم به خودمون رو از نو بسازیم و یه سرنوشت و یه آینده دیگه برای خودمون رقم بزنیم. من خیلی خوشحالم توی این سمینار شرکت کردم. خانم میترا بابک برگزار کننده زحمت کشیدن، خیلی ممنون که تشریف آوردن. و اینکه همچین سمینارهایی در شهرهای مختلفی که ایرانیان هستن در خیلی از کشورهای دنیا بیشتر بشه تا ما جمع محبتمون که قبلا داشتیم باز به هم دیگه بیشتر بشه. امیدوارم، من دعا می‌کنم. خیلی ممنون. من این کلاس‌ها رو توی ایران رفته بودم، بعد کلاس دیگه هم رفته بودم. ولی به نظر من، حالا همه اینا به کنار، هر کسی اعتقاداتش محترمه، ولی به نظر من مهمترین چیز اینه که کمک کردن به همدیگه رو یاد بگیری. کمک کردن یاد بگیری دیگه خودم آدم خودش آرامش داره، دیگران هم یاد میگیره، نسل به نسل میگرده و هیچ مشکلی پیش نمیاد، حسادت هم پیش نمیاد، چون حسادت میره. وقتی که خشمگی میشدم هیچ کس جلوی من نمیگرفت و این موضوع واسه من خیلی خیلی جالب بود. یعنی دیگه خشکی میشدم، ولی وقتی که خشکی میشدم تمام چیزو میزدم داغون میکردم، یعنی قلقلش دیگه خودمو داغون میکردم. برای همین این موضوع خیلی واسه من جالب بود و از اینکه اینجا اومدم خیلی هیجان داشتم و دوست داشتم سر کارم هم یکی دو ساعت مرخصی گرفتم چون دیگه برسم به اینجا. واقعا شما اینقدر جذابیتتون زیاد بود و آرامشی که داشتین همیشه حفظ کردین، میتونم بگم به من انرژی میداد، یا اون انرژی من تخلیه میکرد. نمیدونم چی اسمشو بذارم، ولی بدون که قهوه بنوشم، بدون که یه قطعه آب غذایی هم بخورم نشستم اشتیل، اصلا بدون که تکون بخورم و از اینکه تونستم تا الان دوام بیارم خوشحالم. خیلی لذت بردم، خیلی چیزا یاد گرفتم و در واقع تمام چیزهایی که گفتیم واقعیت بود. آدم خودش هم میدونه، ولی خب متاسفانه ولی بعضی اوقات بهش عمل نمی کنم، ولی از این به بعد خب سعی می کنیم بهش عمل کنیم. طریقه چگونگی آگاهی یافتن به خویشتن خود و اینجا مبحثی بود که روش خوب کار کردید. من فکر می‌کنم نخستین دریچه‌ایه که میتونیم با خودمون برخورد کنیم. یه کنجکاو بودم اومدم و حتی خوشحالم خیلی، من شما رو اصلا نمیشناختم، فقط اسمتون رو چند باری شنیده بودم ولی اصلا نمیدونستم برنامه به چه صورتی هست و چیه. و از اول که صحبت کردیم خیلی برای من جالب بود، چون من یه جورایی اومدم اینجا در این کشور سعی کردم اونجوری که شما میگین روی این اصول حداقل رفتار کنم، ولی امروز یه چیز خیلی مثبت پیدا کردم و یه چیز منفی. چیز مثبت هم این بود که خیلی خوبه که مردم بیان بشنن تو این جلسه ها بالاخره یه چیزی یاد بگیرن، و منفی بودنش این بود برای من که فهمیدم برای این که ما بخوایم یه چیزی رو عوض بکنیم، متاسفانه در همین چیز کوچیکمون هم که جا بودیم باید کار بکنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم که در آینده چی هستیم و چی خواهیم. خیلی خوبی بود. البته من نمیدونستم امروز برنامه چی هستش، همینطوری اتفاقی اومدم. من با برنامه های دکتر هولاکویی آشنا هستم و حدود 5 ساله که من شب و روز تو در های برنامه شد. البته گفتار شما خیلی خوب بود، ولی زمان تماس گفته بود کم بود. برای اینکه به شما بیشتر آشنا بتونیم بشیم زمان بیشتری بود. زود تصمیم نگیرم، زود عصبانی نشم، زود تا دویدات نکنم، اون حرفی که زبونم رو زود فکر کنم بد بزنم حالا به هر کسی که میخواد باشم. میدونستم که بیام حالم خیلی بهتر میشه، اولش شما بودم خیلی حالم بد. مهمترین چیزی که تونستم یاد بگیرم کنترل کردن خشمم بود، شناخت خشمم بود. و چون یه مادر هستم برای آینده بچم،
خیلی بهتر راهکارهای خیلی بهتر برخورد کردن با بچه‌ام، با زندگیم، بهتر زندگی کردنم یاد گرفتم. خیلی ممنونم ازشون به خاطر این همه زحمتی که میکشن برای آرامش روح و روان تمام انسان‌ها. امیدوارم که بتونیم یک کوچولو جبران بکنیم زحمتاشونو.